در عراق پیکارجویان داعش در موسل در جریان ضد حمله علیه نیروهای دولتی یکی از محله های آن شهر را بار دیگر تصرف کردند. فرماندهان عراقی میگویند در جریان حملات روز سه‌شنبه در موسل ده‌ها پیکارجوی داعش را از پای درآورده و میکوشند در ساعات پیش رو داعش را در شمال موسل به عقب برانند. در حالی که هنوز بیش از نیمی از شهر موسل کماکان در تصرف داعش است، ساکنان غیر مسلمان آن شهر خواهان تغییرات اساسی در اداره استان نینوا هستند. برای بررسی بیشتر این موضوع با همکارم علی جوانمردی از عراق صحبتی میکنیم. علی، چه تحول تازه‌ای در این جنگ علیه داعش هست در عراق؟ گیتا، در کمتر از 24 ساعت گذشته یکی از محله‌های مهم موسل دوبار دست به دست شد بین پیکارجویان داعش با نیروهای دولتی. جنرال نجمت جبوری ابتدا گفت که محله رشیدیه در شمال موسل به طور کامل آزاد شده، پیکارجویان داعش رو از اونجا بیرون راندن، پاک سازی شده، جایی که پشت این محله به رودخانه دجله است و به نزدیک است به بخش غربی موسل که داعش اونجا رو هنوز در تصرف خودش داره. 12 ساعت بعد از اون حدوداً پیکارجویان داعش با خودروهای انتحاری حمله کردند به مواضع نیروهای دولتی، تلفاتی رو هم وارد کردند که البته نگفتند نیروهای دولتی که چقدر کشته شدند، ولی عقب نشینی کردن. لشکر 7 زره پوش عراق از رشیدیه عقب نشینی کرد برای ساعاتی، بعد از اون دوباره حمله گسترده تری رو شروع کردن با حمایت هواپیماهای آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی در چارچوب ائتلاف بین المللی ضد داعش و هلیکوپترهای آپاچی موفق شدن که یک ساعت قبل منطقه رو بار دیگه به طور کامل بازپس بگیرن. یک انبار بزرگ رو هم نیروهای دولتی تونستند کنترل بکنن که تعداد زیادی موشک و مقادیری گاز شیمیایی از پیکارجویان داعش پیدا شده که از اونجا به نیروهای دولتی شلیک میکردن. در حال حاضر جنگ و درگیری ها میشه گفت در این ساعت در بخش شرقی موسل تا حد زیادی خابیده، صدای تیراندازی شنیده نمیشه. به نظر میرسه که همه چی آماده است برای حمله به بخش غربی که البته هنوز 1.5 میلیون نفر در این بخش زندگی میکنن، غیر نظامی عمدتاً، و بدون شک به گفته فرماندهان نظامی عراق جنگ و درگیری بخش غربی به مراتب سخت‌تر و دشوارتر خواهد بود. خب علی، موسل که طبیعتاً هنوز آزاد نشده، اما بعد از آزادی چه تغییری ممکنه توی اداره اون ایجاد بشه؟ دولت طرحی داره. عقیل خزعلی معاون وزارت کشور گفته طرح برای امضا پیش نخست وزیر حیدر عبادی هست، برای اینکه همه نیروهای نظامی بعد از آزادی موسل که در چند ماه آینده اتفاق میفته عقب نشینی بکنند، فقط پلیس فدرال اونجا بمونه، همکاری بکنه با پلیس محلی. ولی هنوز این شهر آزاد نشده. میشه گفت که اقلیت های استان نینوا، دشت نینوا، شهر موسل درخواست کردند که این استان به دو استان تبدیل بشه، استانی رو ایجاد بکنن برای افراد غیر مسلمان، کردهای ایزدی، تعدادی کرد شیعه اونجا هستن، ترکمن شیعه و مسیحیان به ویژه، برای اینکه برای جلوگیری از هر گونه برخورد زد و خوردی با اونها. در هر صورت جنگ و درگیری های خونینی که بین عرب سنی با اقلیت ها اونجا اتفاق افتاده، حتی بعد از آزادی موسل هم بسیار دشوار هست که اینها بتونن با هم در یک استان زندگی بکنن. ولی این درخواست تا این لحظه از طرف بغداد تایید نشده. بحث و مشاجره زیاد هست. نماینده های اقلیت های استان نینوا دارن سعی میکنن که دولت آقای عبادی رو راضی بکنن به اینکه استان نینوا تقسیم بشه به دو استان.